بینندگان عزیز، با سلام به شما. امیدوارم اوقات خوبی رو، که چه عرض کنم، کی میتونه تو این شرایط اوقات خوبی داشته باشه؟ در هر صورت امیدوارم اوقاتی بهتر در انتظارتون باشه. امروز یه فرصتی پیش آمد که من میتونم بگم سالها منتظرش هستم، هم از لحاظ اتفاقاتی که در ایران داره میفته، هم از لحاظ اینکه یه دوست بسیار خوبی داریم که شما هم حتما ایشون رو یادتون هست، هم در تلویزیون مردم برنامه داشتن، هم خودشون بعدا تلویزیون را انداختن و به سال داشتن، بعد با دوستان مصاحبه کردن اینها. و یک چیز دیگه این بود که ایشون رفتن ایران و دستگیر شدن و در زندان بودن و من ازشون خواستم یه بار که مصاحبه انجام بدم، ایشون گفت که وضعیت روحی و فیزیکی و اینها یه جوری نیست که بتونم، ولی الان خدا رو شکر که بهتر شده اوضاع و احوالش و میتونه با ما باشه. امروز صبح من یک نوشته ای رو از آقای حامد اسماعیلیون نقل قول کردم، اون پدری که فرزندش، اون همسری که همسرش رو در اون پرواز ایران به کانادا از دست داده، و خیلی ها میگن که ایشون میتونه این پتانسیل یا ظرفیت رهبر شدن رو داشته باشه. من نوشتم بالاخره یک نفر یک حرف درست گفت و این نوشت من موقعی به مردم میگم گفت من موقعی به مردم میگم بیاین تو خیابون که خودم توی تهران باشم. آقای صبری حسنپور به من لطف کرد و نوشتن که نه، اینها الان همه تو خیابون هستن، و یه جوری مضمون به نوشته چون من میتونم بگم که این بود که هر کدوم از اینها یک رهبرن، چون ما اینو بارها شنیدیم، اصلا دیگه شده مثل یه شعار که هر یک نفر یک رهبر، هر یک نفر یک رسانه. من اینو متاسفانه یا خوشبختانه قبول ندارم. خب سخن کوتاه، آقای صبری حسنپور خیلی خوش آمدید، خوشحالم که بعد از سالها باز فرصتی پیش آمد که من و شما دو تا دوست همشهری تقریبا خوزستانی و شیرازی و جنوبی با هم صحبت کنیم. شما نظرتون راجع به رهبری گویا با نظر من فرق میکنه. شما باور دارید که رهبر در این سلسله جریاناتی که الان در ایران اتفاق میفته پیدا میشه و میاد. من حقیقتش برام سوال انگیزه که چجوری میشه. ما در داستان‌ها دیدیم یه جمعی جمع می‌شدن، کبوتری به پرواز در می‌اومده، روی سر هر کی می‌نشسته اون می‌شده رهبر، یا با هم می‌جنگیدن شمشیر به دست، هر کی پیروز می‌شده اون می‌شده رهبر. شما فکر کنید در قرن 21 در ایران 80 میلیونی چگونه رهبر پیدا میشه؟ آیا اصلا لزومی هست که رهبری باشه یا نه؟ دوستانی حتی برای من نوشتن که انقلاب فرانسه هم رهبر نداشت. من حقیقتشون از تاریخ زیاد نمیدونستم، رفتم یکم مطالعه کردم، دیدم اتفاقا انقلاب فرانسه 3 تا رهبر داشته. شما میکروفون الان آزاد، دست شماست، اینجا خود شما بهتر از همه میدونید. ما هیچ خط قرمزی نداریم، مثل تلویزیون های دیگه نیستیم که هر آن کس که به اصطلاح نان دهد فرمان دهد، هر کی بهمون پول بده اون بهمون بگه چی بگو چی نگو. این شما و این هم دوستان بیننده و شنونده. یه خواهشی از دوستان دارم که این برنامه ها رو برای دوستان خودشون هم بفرستن، شاید آقای صبری حسنپور به این وسیله تشویق بشه و قبول کنه که همه کس میتونه برنامه خودش رو داشته باشه از طریق سوشال مدیا، فیسبوک مجانی، از طریق یوتیوب مجانی، توییتر مجانی، لینکدین مجانی. بعد رسانه هایی هم هستن که مثل تلویزیون مردم با یه مبلغ خیلی کمی که هزینه اون کار هست اون رو میتونن بگیرن، بعد به شما حق انتخاب میدن، میگن شما خودت میتونی این کاغذها رو چاپ کنی، پخش کنی، بری تو خیابون با دوچرخه بچسبونی رو تیر چراغ برق، یا بدی ما با ماشین برات ببریم این ورور پخش کنیم. و بالاخره این شما دوستان و این آقای صبری حسنپور میخواد به شما ناگفته های این جریانات رو بگه که آیا لزومی به رهبر هست یا نه. من باور دارم همونجوری که یه ماشین کوچولو راننده میخواد، یک هواپیما خلبان میخواد، یک کشتی ناخدا میخواد، این جنبش ها هم رهبر میخواد. آقای صبری حسنپور خوش آمدید، بفرمایید. با درود خدمت جناب آقای سوربی عزیز و همچنین بینندگان عزیزتون، و با تشکر از اینکه
این وقت و این فرصت رو به من دادید تا نقطه نظرات خودم رو در رابطه با ضرورت رهبری در شرایط کنونی عنوان کنم. اتفاقا من ضمن موافقت با نظر شما بر ضرورت رهبری در شرایط کنونی تأکید دارم. اتفاقا چند روز پیش یک پستی گذاشتم مبنی بر این که مزخرفترین شعاری که من توی این مدت شنیدم که نشان از ناپختگی نویسنده داشت این بود که شعار رهبر منم رهبر تویی رو انتشار میداد در سطح جامعه، و یا امروز پرسشی که از من کردن در صفحات مجازی این بود که آیا ضرورت رهبری نیاز امروز انقلاب در شرف تکوینه یا خیر، که من پاسخ دادم 100%. اگر این ضرورت حس نمی شد رژیم از روز نخست اعتراضات که شعلش به تمام کشور کشیده شد تمام اون افرادی رو که ما چون باشون با نقطه نظراتشون مخالف باشیم اینا موافق، اما استعداد اینو داشتن که بتونن رهبری کنن جامعه رو دستگیر کرد. حتی از احمدی نژاد هم نگذشت، تبرزدی رو نگذشت، فاطمه سپهری و همه اونایی، حتی فائزه هاشمی، چون اینا یک پتانسیل و یا انرژی داشتن که رژیم حس میکرد که اینا میتونن که مسیر رو به جهتی هدایت بکنن. پس بنابراین من به ضرورت رهبری در شرایط کنونی اعتقاد دارم. بوده انقلابات و یا خیزش ها و یا جنبش هایی که بدون رهبری پیروز شدن اما موفق نبودن، یعنی دوران پس از پیروزیشون ناکام بودن، به خواسته ها نرسیدن مردم. نمونهش مصر بوده، مصر بار عربی بدون رهبری پیروز شد اما بعدا قدرت به ارتش دوباره انتقال داده شد، یا سریلانکا. اینکه رهبری یک ضرورت، بله، بخصوص در شرایط ایران با بافت جامعه ایران، با اون بیرحمی و شقاوتی که رژیم داره، یه رژیم غیر متعارفه، یه رژیم مذهبیه که از اهرم‌های مختلفی استفاده میکنه، نیروهای سرکوبگر بسیاری متنوعی داره، از لباس شخصی تا بسیجی تا گارد ویژه تا ناجا تا سپاه تا دیگه برو تا آخرش. بنابراین تنها تظاهرات های خیابونی و یا تظاهرات های خانگی شبانه اینا باعث بدون رهبری دچار فرسودگی میشه جامعه. بالاخره جامعه چرخ معمولی خودش رو باید طی بکنه. عناصر تشکیل دهنده این جامعه بیکار نیستن که هر روز بیان بریزن تو خیابون و یا کارگرها در برای مدت مدیدی اعتصاب بکنن. این یک رهبری میخواد که نقشه راهی ترسیم کنه از نقطه آ جامعه رو برسه به نقطه بی که انقلاب پیروز بشه و مردم به آرزوهاشون برسن. بنابراین نیازش شدیداً حس میشه، اما رهبری مختصاتی داره، یعنی انقلاب رهبر خودشو میزایه، یعنی رهبر به این معنی نیست که صادراتیه یا باید تحمیل کرد حکمه کرد به جامعه. امروز میبینیم عناصری هستن که به صفت اینکه شهرت دارن یا پول دارن یا رسانه دارند میخوان به شکلی مسیر انقلاب رو با یک رهبر تحمیلی به جامعه حقنه کنن. این شدنی نیست. یعنی ما برمیگردیم به 57. 57 اگر ما مسیر رو درست جامعه میرفتیم کرد و دخالت ها از طریق رسانه هایی مثل بی بی سی انجام نمیشد، جامعه رهبر خودش رو پیدا میکرد، رهبر لایق خودش رو پیدا میکرد، اما نذاشتن. طبق یک سناریو اومدن خمینی رو غالب کردن به جامعه، عکسش رو بردن تو ماه و سعی کردن به جامعه حقنه کنن که رهبر این انقلاب خمینیه.
الانم به نوعی داره این سناریو نخنما شده به نوعی تکرار میشه. یعنی مسلما جهان داره میخواد مدیریت رو دست بگیره، به این معنا نیست که تا یک ماه اول جدی نمیگیرن. خب الان وارد پنجمین هفته شدیم و میبینن که یک انقلاب پیشرونده است، نه این جوانایی که اومدن بیرون به عقب میرن به نقطه قبل برمیگردن، نه رژیم میتونه به نقطه قبلش برگرده. تیغ برندگی نظام کند شده، طلسم ترس شکسته و بنابراین این انقلاب پیشرونده است، میره جلو. اما تا الان که الان دارم با شما صحبت میکنم، رهبری در جامعه که بتونه نماینده آحاد مردم ایران باشه، از مردم هم از چه تر؟ مردم حزب نیستن، سازمان نیستن که یه طبق یک اطلاعیه بیان بگن آقا ما اینو میخوایم. مردم یک تشکیلات نامنسجم از محلات مختلف ایران هستن، از اقشار مختلف اجتماعی جامعه ایران هستن که یک درد مشترک دارن، نبود آزادی. این درد مشترک جامعه ایرانه. خب اینا وقتی تمایل پیدا بکنن، مثل بیماری مصری، مثل شعار زن زندگی آزادی که سراسری شد، فقط کافیه تمایل خودشونو به یک فرد نشون بدن. با چی نشون میدن؟ یا با عکسش ببرن بالا، یا با شعار محوری که اون سر میده. تا کنون هنوز نشانه هایی از اون نیست و در تکمیل صحبتام بگم که این حرکت های 4 هفته اخیر به نوعی یک رفراندوم بود که مردم چه نمیخواهند، اما اینکه چه میخواهند مسلما آزادی میخوان، دموکراسی میخوان، سکولاریسم میخوان، اما تحت لوای چه رهبری هنوز مشخص نیست. اما چیزی که مشخص شده، تمام اون سازمان ها، شخصیت هایی که دایه محبوبیت اکثریتی رو در جامعه داشتن دستشون رو شده. آقای صبری، درباره این که الان حکومت های خارجی هم به اصطلاح قبول کردن، آقای جو بایدن دیروز توی کالیفرنیا بود و اونجا 2-3 بار به اصطلاح گفت، به ایران حتی هشدار داد، وارنینگ داد یا اخطار کرد که به صحبت های مردم گوش کنید و دیگه، یعنی جوری شده که اینها هم نمیتونن پنهان کنن. ولی توی صحبت های شما یه نکته ای رو من متوجه شدم که خیلی جالب بود و همین برای دوستانی که فکر میکنن نباید رهبر باشه کافیه که بگیم اگر آخوندها هم باور داشتن که احتیاج به رهبر نیست، چرا افرادی رو که یه مقداری نزدیکتر هستن به رهبری اینا دستگیر کردن؟ امروز اگه اشتباه نکنم حتی یه آقای هنرپیشه هست، نوید محمدزاده یا محمد، بله، این گویا اینم ناپدید شده فعلا، خواهرش نوشته نیست، خبری ازش نیست و اینا. و شما حتما اونجایی که من پست گذاشتم دیدید که مثلا خانم خطیبی هم آمده، ایشون نوشته که، یعنی یه عده واقعا مخالفن. من فکر میکنم اینها دوچار اون شور و هیجان، نمیخوام بگم شور حسینی، ولی احساساتی شدن که منطقی نیست. مثلا همین خانم خطیبی وقتی ملکه الیزابت فوت شده بود، من یه چیزی نوشتم که کشورهای اینجوری اینجوری اینها، ایشون نوشت که بالاخره ایشون ملکه بوده، باید بهش احترام بذاریم. گفتم خب طرفداران هیتلر هم حتما میگن باید به هیتلر احترام بذاریم، طرفداران خمینی هم که کم نیستن، حزب اللهیا، نمیدونم اون حزبای دیگه توی لبنان اینها، اونها هم لابد انتظار دارن ما به اونها احترام بذاریم. طرفدارای خامنه ای هم الان همینجوری که توی صفحات میبینیم به این اون فوش میدن، پرخاش میکنن، حمله میکنن، اینها اگه شما بی احترامی کنی حتی جزء کفار حساب میشی و دست برداریم، بذارید هر کسی هر چی دلش میخواد بگه، بعد شما بگید من نظرم این نیست. خیلی خوشحالم که این فرصت پیش اومد که با شما این صحبت رو داشته باشیم. نظر شما، و شما باز گفتید که جنبشایی که بدون رهبر انجام شده ممکنه به نتیجه رسیده باشه، ولی فردای بعد از اون نتیجه خیلی خوشایند نبوده. من یادم این
تونس دوستان میگفتن چطور تونس تونس ما نتونستیم، ولی الان وضعیت تونس، بعدا وضعیت مصر بعد از این اخوان المسلمین، بعد از حکومت نظامی، الان ببینید شرایط چجوریه که مجبور آمریکا بهش کمک کنه، کشورهای دیگه به همین صورت. و اون بهار عربی اگه نگیم شده زمستان عربی، میتونیم بگیم فعلا خزانه یا پاییز عربی هست. این ماجرای فردا چه میشود، این یه مقداری سوال انگیزه. و باز برمیگردیم، اونایی که میگن که نگران نباشید، دیدم آقای شاهین نژاد، اینا کسایی هن که میگن زمان انقلاب، انقلاب لازم نبود، یه ریفورمی لازم بود، اصلاحی انجام بشه، اصلاحاتی انجام بشه، ولی امروز میگن نه آخوندا برن، هر کی میاد بیاد. میگم خب دوره شاه هم میگفتن شاه بره، هر کی میخواد بیاد، از این بدتر که نمیشه. ولی ما امروز شاهدیم که اگر اون بد بود این بدتره. فردای اگر این دوستان دوام بیارن و وایسن، آقای رضا پهلوی که اینجا وایساده و اصلا حرفی از رفتن نیست، حتی مادرش به یک طریقی به مردم گفت که روی این حساب نکنید، روی این نوه من دخترش حساب باز کنید، ولی روی این ولش کنید دیگه، این کودک سفیدمو رو رها کنید. چه خواهد شد اگر امشب تمام آخوندها تصمیم بگیرن با پولایی که دزدیدن و کشورهایی که قرار گذاشتن و راهشون میدن، چون اینا فکر کنم یه مقداری از شاه نمیتونم بگم زیرکتر، پدرسوخته تر هستن، لابد یه جاهایی رو دیدیم مثلا جیبوتی و این کشور اون کشورها رو پول دادن که بعد بتونن برن، مثل شاه سرگردون نشه تو آسمان و جایی بهش پناهندگی نده. ولی چشاتون رو ببندید، تصور کنید که اینها رفتن، فردا چی میشه؟ فردا سازمان مجاهدین میاد، فردا دوستان سلطنت طلب میان، دوستان سلطنت طلبی که در کالیفرنیا و در واشنگتن به دیگران حمله میکنن، به اونی که طرفدار کارگراز پرچم قرمز آورده حمله میکنن، میزنن. چه خواهد شد واقعا؟ شما نگران نیستید؟ نگران که نه، انقلاب با شعارهایی که داده میشه و اون بلوغی که در جامعه وجود داره نشونه اینه که محتوای فرداشو خوب نشون میده. نگاه کنید وقتی شعاره نه شعار میخواییم نه رهبر، لعنت به هر ستمگر داده میشه، یعنی جامعه خودش تعیین تکلیف کرده با حکومتهای مادام العمر و وراثتی، و جامعه ایران جامعه بدوی و بردهداری نیست که. ولی آقای صبری یادتون باشه همونجوری که شما گفتید اون زمان بی بی سی منحرف کرد، الان ایران اینترنشنال رو داریم که همین شعار بله نشا میخوایم نه رهبر رو تبدیل کردن به ما شاه میخوایم نه رهبر. ببینید چقدر زیرکانه. بله، وقتی آقای پوریا زراعتی با خانم فرای دیبا مصاحبه میکنه با وقاحت تمام نظرشون راجع به شعارهایی مطرح میکنه که اصلا توی یک ماه داده نشده، مثل نه غزه نه لبنان جانم فدای ایران، و یا شعار رضا شاه روحت شاد. ما در این دوره 4 هفته تظاهرات هیچ وقت ما این دو نوع شعار رو به خصوص رضا شاه روحت شاد داده نشده، و این جلوی دوربین به واقع داره دروغ میگه به بیننده با وقاحت تمام. اما جالب اینجاست که دختری که سینه خودش رو سپر میکنه جلوی گلوهای رژیم و میدونه که تو سن 17 سالگی با 1001 آرزو میره زیر خاک، این جرأت و جسارت رو نداره که شعار رضا شاه روحت شاد بده، یا عکس رضا پهلوی رو ببره بالا، و یا شعار ایران رجوی رجوی ایران رو بده. مسلماً اگر اعتقاد داشته باشی جرأت رو داره، اما چرا نمیده؟ چون نیست، وجود نداره. این دو نگاه اصلا در جامعه ایران مرده. یه نسل دهه 80 که آزادی میخواد. آقای صبری مصاحبه با شما یه کمی مشکله، ولی یه کمی هم آدم رو سر شوق و ذوق میاره، چون شما یه چیزایی رو میگی که آدم بهش فکر نکرده. مثلا اول مصاحبه تلویزیون ایران اینترنشنال یا من و تو، هر کی این آقای زراعتی هست باهاش، با شخص خانم سیده فرح دیبا
یکی از مسخره ترین ها هست. دلیلش اینه که الان جنبش زنان هست و اینا رفتن با کسی صحبت میکنن که شاه نشست با باربارا والتر، فره هم نشست و گفت که زنان ناقص العقلن، که باربارا والتر بهش گفت شما ایشون رو کردی نایب السلطنه، و شاه اومد گفت که بله بهترین آرایشگرا مردن و فلان اینها. و این خانم که خودش یه جوری مادر آخوندا به حساب میاد، آخوندا رو توی کاخ بهشون به اصطلاح جا داده بود، توی دفتر خودش رو اینها حقوق میداد و اینها، امروز بیان دوباره بخوان اینو مطرح کنن. و من ممنونم از شما که اینو عنوان کردید که من بتونم به دوستان بگم، مخصوصا دخترای جوون ایران، خانم ها، آقای شاه اسلام پناه فکر میکرد که خانم ها ناقص العقلن، به همین خاطر سیستم پادشاهی مشروطه، مثلا اون خواهرش فکر کنم شمس از این بزرگتر بوده دیگه، نه؟ بله بله، یا آره. بله، یا به همین خاطر خود شاه دخترش رو به ولیعهدی، اون فاطمه که زن زاهدی بوده. برید یکم تاریخ رو بخونید و همین جوری گول این شعارهای تو خالی اینها رو نخورید و اجازه ندید این بار من و تو و ایران اینترنشنال نقش بی بی سی سال 57 رو بازی کنید. البته آقای سوربیش کلامتون بفهم. من در تکمیل صحبتم اگه اجازه داشته باشم بگم که نگاه کنید، این مدیریت از طریق رسانه ها یه بخش قضیه است که میخوان یک رهبر خودخوانده به جامعه تحمیل کنن، اما واقعیت جامعه اینه که جهان برای اولین بار منافعش با منافع ملت ایران رو هم افتاده. یعنی اگر حمایت های اروپا به این شکل وسیع که سابقه نداشته، تحریم های گسترده و یا حمایت آمریکا از اعتراضات داخلی، به این معنا نیست که اینها خیلی مسئله حقوق بشر براشون مسئله ارجح باشه، نه، اینا به خاطر بحران انرژی، به خاطر بحران نفت، به خاطر جنگ روسیه و اوکراین و نتیجه ندادن مذاکرات برجام، بعدشون نمیان رژیم تغییر بکنه با کم هزینه ترین شکل ممکن که اعتراضات داخلی باشه، که یک انقلاب باشه و بهتر از حمله نظامی یا دخالت نظامیه. البته من با شما مخالفم، به خاطر رسیدن زمستان، به خاطر جنگ روسیه و اوکراین، به خاطر مسئله نفت و به خاطر عدم مدیریت و بی‌لیاقتی این آخوندا، اتفاقا من و بعضی از دوستان فکر میکنن که اینها میخوان که آخوندها باشن و نه نمیخوان نه. تو این شرایط بله بفهم، چون سیاست های رژیم روی سیاست های روسیه سواره و بنابراین به انرژی، به خصوص انرژی گاز که ایران بزرگترین ذخایر گاز جهان رو بعد از روسیه داره، نمیتونن با بودن این رژیم به این ذخایر دسترسی پیدا کنن. بعدشون نمیاد که این رژیم بره و مطمئنن که هر نظامی بعد از این نظام بیاد وارد مذاکره عاقلانه و دیپلماتیک و سیاسی و درست و حسابی باهاش میشه شد. فقط آخوند با آخوندا نمیشه به این توافق رسید. بنابراین براشون فعلا اینطوریه، براشون فرق نمیکنه که جایگزین این نظام چه کسی باشد. این رسانه های خارجی هستن که و لابی ها و کانال های استعماری هستن که تلاش میکنن که یک رهبر خودخوانده رو به اینا غالب کنن، بگن آقا مردم طرفدار این افراد هستن، اما واقعیت جامعه این نیست. بنابراین محافل اروپایی و آمریکا رو هیچ کدوم از این گزینه‌ها اصلا حساب نمی‌کنن، فقط منتظرن ببینن مردم چی میخوان، مردم ایران تمایلشون به چه کسی است، به کدوم حزبه، به کدوم سازمانه، به کدوم فرده، و روزهای آینده میتونه روزهای سرنوشت‌سازی باشه. همین امروز در اکثر به اصطلاح کشورها و اینها تظاهراتی هست و هفته آینده شنبه 22 گویا مهمتر هست. و یه سوال دیگه ای که من دارم، ببینید دوستان برای که نمیخوان یه چیزی رو قبول کنن که مثلا این عمل، این جنبش اینجوری کار کرده، این روش درسته،
هی حرفاشون رو عوض میکنن. یه روز میگن همه باید با هم یه جا باشیم تا تعداد زیاد ما توجه رسانه های خارجی و داخلی و اینها و حتی توجه خود آخوندها رو جلب کنه. یه جا میگن نه پراکنده باشیم بهتره، ولی الان گویا به این نتیجه رسیدن که 22 اکتبر هفته آینده همه مثلا اگه قراره تو آلمان باشن بیان به کل یا برلین، بله به بل برلین. برلین اینها، اینجا هم همینجور. شما فکر میکنین کدام یک از این تجمعات، تظاهرات، اعتصابات، دوستان خیلی هیجان زده شده بودن که شرکت نفت اعتصاب کرده، متوجه نیستن شرکت نفت امروز شرکت نفت 44 سال قبل نیست. اون موقع یه شرکت نفت بود، پالایشگاه بود، پتروشیمی بود، اینجوری. الان شرکت نفت انقدر وسیع شده و اونی که مثلا اعتصاب کرده توی عسلویه، اینها کسایی هستن که پروژه ها رو میسازن. به همین خاطر هم تهدید کردن که اگه شما به حرف ما گوش ندید، ما چیزایی رو که ساختیم خراب میکنیم. تا زمانی که پالایشگاه و شرکت نفت و اینها اعتصاب نکنن، فکر میکنم که چه تاثیر مهمی نداره، نقش مهمی بازی نمیکنه. ضمناً یادتون باشه همین کارگرانی هستن که این آخوندا بهشون اجازه دادن. متاسفانه زمان شام این بود که کارگرها رو موقت استخدام میکردن، 90 روز 90 روز هی میکردن بیرون، دوباره می آوردن که پول بیمه ندن اینها. و برگردید نگاه کنید، حتی سالهای قبل کارگران 100 هزار نفری اعتصاب کرده بودند، حالا از اون هفت تپه و عسلویه و اینها، ولی بازم به هیچ نتیجه نرسید. کارگران حقوقشون به موقع پرداخت نمیشه. شما نظرتون چیه؟ اینها باید یک جا باشن پرقدرت، یا تیکه تیکه توی این خیابون، توی اون محل، به قول شما روی پشت بون، توی خونه ها، کدوم یکش بیشتر اثر میذاره؟ اینا کلا مکمل همدیگه هستن، یعنی به واقع همشون باید با هم باشن. یعنی اعتصابات و اعتراضات و تظاهرات های خیابونی مکمل همدیگه هستن، به این معنا که اما اعتصابات نباید محدود به شرکت نفت باشه، بلکه منابع تغذیه مالی رژیم رو باید بس. مثلا به فرض فرودگاه ها میتونن به تأثیرات بسزایی در امروز داشته باشن نسبت به شرکت نفت، چون رژیم در تحریم اقتصادی، تحریم نفتیه، اونچنان صادرات نفتی نداره که بخواد اعتصابات نفتی ضربه بهش بزنه. اما شما تصور بکن تمام خلبان ها فرودگاه رو زمین، هواپیما رو زمین گیر کنن، هیچ پروازی رخ نده که قسمت کارگو بخوابه، یا اعتصابات ریلی انجام بشه، هیچ قطاری حرکت نکنه، یا اینا اتوبوسرانی. ضرراتش بله بیشتر و مهلکتره برای رژیم، به لحاظ اقتصادی از پا درش میاره. در صورتی که الان رژیم صادراتش بیشتر روی چیزای نفت، غیر نفتیه تا نفتی تأثیرات. اما امیدوارم که در روزهای آینده و هفته های آینده اعتصابات گسترده ناوگان ریلی و هوایی به وجود بیاد. اینها میتونه تأثیر بسیار مخربی روی اقتصاد رژیم بذاره، و ضمن اینکه تظاهرات ها هم از شکل ابتدایی در میاد، به شکل از ساده به پیچیده تبدیل میشه و مدیریت میشه، که اینا همه مستلزم داشتن یک رهبره، رهبر میدانی، رهبری که نه به این معنا که آلترناتیو باشه، جایگزین این نظام باشه. ما نگاه کن، نگاهمون به رهبری اینه که آقا ما میخواییم یه رضا شاه که بیاد اینا رو بتارونه و بره و بعدش هم تاج بذاره رو سرش، خودش بشه شاه. نه، این نیست. امروز ما یک رهبر میدانی داریم که یک انقلاب به سرانجام میرسونه با تجربیات تشکیلات سازمانی که داره، بعدش هم میره کنار. یه مثل چگوارا در کوبا، هیچ وقت خودش رهبری نداشت هیچ، اما یک رهبر داریم که میخواد خودش به قدرت برسه. میگه آقا خب نظر شما درباره آقای حامد اسماعیلیون و این حرفی که زدن چیه؟ که گفته چون بهش گفتن که شما که الان میخواین راجع به اروپا و تظاهرات و اینها چی کنید، چرا به مردم ایران پیام نمیدید؟
گفت من وقتی به مردم میگم بیان بیرون، تو بیان تو خیابون، که خودم توی تهران باشم. نظر شما راجع به ایشون چیه؟ نگاه کنید، من مخالف هیچ فردی که ادعا کنه که رهبری بخواد بکنه برای این ملت نیستم. هر کس میتونه، اما به این معنا نیست که اعتبارشو از موقعیتش به دست بیاره. مثلا میگیم علی کریمی باید بشه رهبر. خب نه نه نه، بذارید رو همین آقای اسماعیلیون مثال بزنیم و نوشته شما که خود شما نوشتید ایشون ایران میرفت و میمده، حالا یه اتفاقی افتاده و اینو نمیشه به عنوان سابقه به اصطلاح بک‌گراندش یا سابقه کاریش و اینا، ولی ما دیدیم که بارها اتفاقاتی میفته. مثلا تو آمریکا یک کسی مثلا یه اتفاقی براش میفته، شلیک میکنن بهش، بعد این میاد میره اصلا زندگی معمولیشو ول میکنه و میره دنبال قانونگذاری، دنبال اینکه رهبر یک جنبشی باشه، مثلا برخلاف اسلحه داشتن و فلان اینها. یعنی نمیشه صرفا بگیم که چون توی زندگی آقای حامد اسماعیلیون. نه نه اصلا آقای سوربی، من اصلا اینطوری نگاه نمی کنم. نگاه کن، ما یه نگاهی به آقای حامد اسماعیلیون نسبت به موقعیتی که در خارج داریم داریم، یه نگاهی داخلی ها دارن. آخه به من بگو آقای حامد اسماعیلیون در ایران از میان 100 نفر چند نفر میشناسید؟ من نمیدونم، چون من آماری ندارم. بس اینه، نگاه کن، ما دوچار کمبود رهبر کاریزما هستیم. یک زمانی مثلا رهبرانی بودن کاریزما، مثلا آقای بختیار مثلا خیلی همه میشناختن، به فرض آقای شادروان بنی صدر همه میشناختن. اما افرادی هستن مثلا، حتی مثلا امروز علی دایی رو همه میشناسن، علی کریمی رو همه میشناسن، آقای رضا پهلوی رو همه میشناسن، اما افرادی دارن دست به کار میشن که ملء اجتماعی ندارن آنچنان. اینا نمیشه به جامعه غالب کرد به صفت اینکه آقا همسرش و فرزندش در هواپیمای مثلا به این کردیت داد، به این معنا که ایشون صلاحیت رهبری دارن. صلاحیت رهبری از مشروعیتش و از محبوبیت به دست میاره. بله. خب حالا بذارید من نظرم در این مورد بگم. من باور دارم همونجوری که شما میگید چون یه اتفاقی افتاده نباید به ایشون بگیم رهبر. من فکر میکنم اگر ایشون بخواد، اون وقت باز مردم یه رأی گیری دارن، یه حق انتخابی دارن. چون یعنی اونایی که شما سوالی که از ایشون کردن این معناست که ایشون اگر فراخوان بده همه مردم میریزن تو خیابون. خب بدن، مردم که خودشون تو خیابون هستن، نیازی به فراخوان دادن این و اون نیست، حتی به کسی. مهم اینه که ما عکسش میتونیم بگیم. عکسش شما مثلا ایشون چی گفته؟ گفته اگر من زمانی به مردم میگم بیان بیرون که من خودم تو ایران باشم. خب حالا عکسش اینه که مردم تو خیابونن، تو شما در کانادا چیکار میکنید؟ خیلی ممنون آقای صبری حسن‌پور. اجازه بدید که به دوستان من یک نویدی بدم و یک قولی از طرف شما. دوستان عزیز، همونجوری که گفتم، آقای صبری حسن‌پور چون قبلا تلویزیون خودشونو داشتن و جنبش‌های زیادی شروع کردن، یه جنبشی هم هنوز ایشون مدیریت میکنه، قرار هست که برنامه‌هایی رو شروع کنن. امیدوارم من و شما بتونیم ایشون رو یک کمک، هر کسی که میتونه، حالا یا فنی یا مالی یا معنوی، یه جوری انجام بدیم. این مثل کسی میمونه که ماشین خوبی داره ولی حالا به یه دلیلی بنزین تموم کرده. قرار نیست ما بگیم که بابا این اصلا راننده خوبی نبوده، حالا بنزین تموم کرده، یه بنزین میدن و یه هولی میدن و اینها، راه میفته، میبینید که باز دوباره همون کارهای قبلی رو میتونه انجام بده. و این روزها هم من به ایشون گفتم که الان از طریق فیسبوک، یوتیوب، هزار تا برنامه دیگه، تلگرام، اینستاگرام، دیگه انقدر هست، اون یکی کلاب هاوس انقدر هست که آدم نمیدونه کجا بره. ولی اینی که هر روزی توی یه جایی باشیم، اونم کس طرف نمیتونه پیداش کنه. من حتی بهشون گفتم این که شما چندین صفحه فیسبوک دارید حقیقتا به شما ضرر میزنه. خود من یه زمانی به 12 تا صفحه رسیده بود، خیلی هم خوشحال بودم، بعد دیدم نه، خب دوستان تو هر جا میرن من اونجا نیستم و 1/12 شانس دارم. همه رو بستم، یک آگهی هم گذاشتم اونجا که دوستان من اینجا نیستم، بیاین فلان آدرس. الان فقط یه آدرس دارم، صفحه شخصی خودم که به نام پروفایل هست، پارسا سوربی، و شخص بیزینسی که
این میگنش فیسبوک پیج مردم تیوی، با آقای حسن پور، با آقای صبری حسن پور توی این دو سه روز آینده همکاری میکنم تا بتونه این ترتیب صفحه فیسبوک و اینها رو بده و برنامه ها رو شروع کنه. از شما خواهش میکنم به مجرد شروع برنامه ایشون شما هم برای دوستانتون به اصطلاح نشر و پخش و اونها رو دعوت کنید و آخرین صحبت رو حسن ختام برنامه آقای حسن پور شما با دوستان بیننده و شنونده اگه صحبتی دارید بفرمایید و امیدوارم روزهای آینده باز با شما باشیم. خیلی ممنون که دعوت منو قبول کردیم به این به اصطلاح ضرب العجل و کمبود وقت و اینها. بفرمایید. خواهش میکنم، باعث افتخار بود که در خدمتون باشم و بسیار سپاسگزارم که این فرصت رو به من دادید که نقطه نظرات خودمون در رابطه با شرایط اخیر بگم. فقط من چون مسئولیت دبیر کلی کنگره ملی ایرانیان برای نجات ایران رو دارم و بیشتر وقتم رو روی این مسئله میذارم، در هر صورت من در خدمتون هستم که با نقطه نظرات کنگره بینندگان رو بیشتر آشنا کنم و آرزوی پیروزی براتون دارم. ممنونم از شما، برای شما بهترین ها رو آرزو میکنم به امید فردای بهتر و آیندهی روشن‌تر. روز و روزگار بر شما خوش. به امید آزادی. خدا نگهدارتون.